از سری وبینارهای جیم بران، رشد شخصی. خب تا دقیقه 1:48 از این وبینار خیلی سمینار خیلی معروف و مهم و اساسی آقای جیم بران رو با هم تا حالا دیدیم، ادامه میدیم. یه دقیقه از قبل برمیگردم در رابطه با درس هایی بود که میتونیم از فصل ها بگیریم، 4 تا درس مهم. و اولین درس این بود که یاد بگیریم چجوری با زمستون های زندگی طرف بشیم، از پسشون بر بیاییم. دومیش یاد بگیریم که چطور از بهار استفاده کنیم، موقعیت بهار. صرفا خود بهار موقعیته، ولی اینکه بهار هست دلیل بر این نیست که ما توی پاییز حتما محصولی برداشت میکنیم. مثل زمانی که پروموشن بعد از پروموشن بعد از پروموشن همه چیز عالی توی جنس کار میکنید، موقعیت استثنایی، پتانسیل فراوون، محصول عالی، ولی دلیل بر این نیست که شما حتما نتیجه میگیرید. باید استفاده کرد. برای اگه تو بهار قرار گرفتیم یادمون باشه ازش استفاده بکنیم، چون اگه استفاده بکنیم اون موقع هست که یک محصولی توی پاییز گارانتی هست. و اما رسیدیم به تابستون، یکی از پرچالش ترین ها از دید آقای جیم بران، که ادامه میدیم. Process of learning. To understand opportunity keeps coming, but the key is taking advantage. Everybody in this room's got to learn to do one of two things: plant in the spring or beg in the fall. خب هر کسی میگه تو زندگی باید یکی از این دوتا چیزی که الان میخواد بگیره یاد بگیره، یا اینکه یاد بگیره توی بهار بکاره. از بهار شروع کردیم، آخرهای بهاره و بعد وارد تابستون میشیم. یاد بگیره که توی بهار بکاره، یعنی که از موقعیت استفاده بکنه. اگه پروموشن هست توی کارش، کار حالا نتورک مارکتینگش، سعی کنه از موقعیت استفاده کنه، برنامه‌ریزی بکنه. یه چیزی که همیشه من به دوستان گفتم، خیلی از پروموشن ها میاد و ما مطمئنیم که نمیتونیم بزنیم دیگه، در این حد که دیگه بیشتر نیست که. ولی شما زمانی که براش برنامه‌ریزی میکنید، تلاش میکنید و انرژی میذارید، جهتگیری پیدا میکنید، یعنی میتونید دفعه بعد حداقل برنده بشید. ولی اگه این کارو نکنید دفعه بعدم اون تجربه رو ندارید. به خاطر همین از این موقعیت باید استفاده بکنیم. پروموشن ها واقعا بهارهای کار هست. و میگه یکی از این دوتا کار رو باید هر کسی یاد بگیره، یا باید یاد بگیره توی بهار بکاره، یا اینکه باید یاد بگیره توی پاییز که همه دارن برداشت میکنن، یاد بگیره گدای خوبی باشه، خوب گدایی بکنه که حداقل چیزی به دست بیاره. یکی از این دو تاست دیگه، غیر از این دو تا نیست. از این نوع جملات جیم بران زیاد داره. یکی دیگه از جملاتش میگه که دو تا رنج تو زندگی هست، دو تا سختی هست، یکی از این دو تا سختی رو انتخاب باید بکنید که از پسش یعنی باش کنار بیایید و اون سختیشو بخرید به جون و برید سمتش. یکی از اون سختی‌ها سختی اینه که تلاش بکنید، چون به نتیجه رسیدن سخته، کار کردن روی خودمون سخته، برای یه هدف جنگیدن سخته، یاد گرفتن سخته و هر سختی داره. یا میگه این سختی رو قبول کنید، یا اینکه سختی پشیمونی، زمانی که کار از کار میگذره و دیگه هیچ راهی برای هیچ کاری نیست، حالا اون موقع پشیمونی، سختی پشیمونی رو باید تحمل کنید. یکی از این دوتا است دیگه. و این جمله هم که اینجا میگه، یکی از این دوتا دوراهیای قشنگی رو در واقع پیش روی آدم میذارن. یا یاد بگیریم توی بهار که منظورش زمان است که موقعیت فراهم هست، یاد بگیریم که از این موقعیت استفاده کنیم، یاد بگیریم که تو بهار بکاریم، یا اینکه یاد بگیریم تو پاییز گدای خوبی باشیم، خوب گدایی بکنیم، به حالی چیزی باید به دست بیاریم دیگه. And it doesn't mean you can't become a sophisticated beggar, but you don't need the reputation. میگه من با این مخالفت نمی کنم که شما اگه خواستید یه گدای خیلی حرفه‌ای بشید، یه گدای متخصص بشید، میتونید بهت کار بکنید روش، گدای متخصص بشید، ولی این تجربه و این رزومه، این نکته توی سی وی تون، توی پرونده تون، توی گذشته تون، تو اینکه کی هستید به چه دردتون میخوره، اینکه یه گدای حرفه‌ای شده باشید. Learn to plant in the spring, take advantage. And there's an urgency here on springtime because there's just a few springs, handful of springs offered to each of us. و اما نتیجه که خودشون میگیرن میگه یاد بگیرید توی بهار بکارید، یاد بگیرید taking advantage این تکی کلامش هست، یاد بگیرید ازش استفاده بکنید. و میگه یه نکته خیلی ایمرجنسی هم اینجا هست، حالا یک نکته که خیلی باید جدی بگیرید و خیلی مهمه و واقعا مهمه، اینکه زیاد بهاری نیست، یعنی تعداد زیادی از بهارها وجود ندارن تو زندگی ما، یه تعدادی هستن. بنابراین میگه حواستون باشه،
یه موقع با سال اشتباه میگیریم. مثلا میگیم که اوکی من حالا مثلا 30 سالمه هنوز، چقدر میتونم باشم، یا مثلا 25 سالمه هنوز چقدر. اینجوری نیست، چند تا بهار دیگه میتونی باشی مهمه. سوال اینه چند تا بهار دیگه، مثلا اون سالها ان سال نه، چند تا بهار دیگه، چند تا موقعیت دیگه مگه فراهم میشه. بنابراین نگاهمون به اسپرینگ و که در واقع نمادی از موقعیت ها هست، نگاهمون اینجوری باشه که چند تا دیگه مگه هست. یه تعداد کمیه، handful of به قول خودش، تعدادی. بنابراین سعی کنیم از همین موقعیت استفاده کنیم و فکر نکنیم هی میاد هی میاد هی میاد و هی بندازیم عقب برای بعدی، حالا بعدی میاد تو بعدی این کارو میکنم. نه، همین الان شروع بکنیم. So take advantage swiftly and quickly, don't just let the time pass. The Beatles wrote, life is very short. این تیکه ها رو ترجمه کردیم، صحبت های بیتلز، گروه موزیک بیتلز رو داره میگه، زندگی خیلی کوتاه. جان لنن خیلی کوتاه تر از نورمال بود، ولی مهم نیست چقدر عمر کنید، بازم کوتاهه. بنابراین از بهارها نگذرید به این راحتی، روز رو بگیرید، لحظه رو بگیرید، موقعیت رو بگیرید. این نقش کلیدی داره تو موفقیتش. Life is fragile. Life is brief. Elton John sings she lived her life like a candle in the wind. It's fragile, it's brief. Whatever you're going to do, you got to get at it. Don't just let it pass away. Here's major lesson number 3. درس مهم سوم از فصل‌ها. In the summer, learn how to nourish and protect. توی تابستون یاد بگیرید که چطوری تغذیه بکنید و از طرف دیگه مراقبت و محافظت بکنید. We got two challenges in the summer. دو تا چالش شما دارید توی تابستون. Personal development, part of our life. And that is become capable and powerful enough in the summer and wise enough in the summer to nourish what's good. میگه توی بحث رشد شخصی، شخصیتی که داریم، رشد شخصی که داریم، صحبت از فصل‌ها داریم میکنیم، تو تابستونش باید یاد بگیرید که چطوری بهتر بشید، قویتر بشید، داناتر بشید تا بتونید از خوبی‌ها و از ارزش‌ها دفاع بکنید. حالا دفاع بکنید نگم، کلمه درستری که ایشون گفت nourish یعنی تغذیه‌شون بکنید. و اگر ما قوی تر، بهتر، داناتر نشیم، قطعاً چیزی نداریم برای اینکه تغذیه بکنیم. شما توی تیمتون اگه بخواید تغذیه کنید، چیا نیاز داره؟ اطلاعات نیاز داره، حمایت نیاز داره، تلاش شما، پیگیری شما، اینا رو همه رو نیاز داره. شما اگر آدم قوی تری نشید، اگر آدم پرحوصله تری نشید، اگر آدم داناتری نشید، اگر آدم کوشاتری نشید، اگر آدم با ویژن تری نشید، نمیتونید تغذیه کنید اینها رو. و من میگه توی تابستون رشد شخصی یاد بگیرید که آدم قوی تر و بهتر و داناتری بشید که بتونید تغذیه بکنید، غذا بدید به تیمتون. حالا ما توی نتورک داریم صحبت میکنیم. And defend yourself against what's bad. And defend yourself against what's bad. و مراقبت کنید حالا از خودتون و تیمتون در مقابل بدی‌ها، در مقابل ضد ارزش ها، در مقابل مسائل چالش هایی که در واقع صورت خوبی ندارن و باید در مقابلشون قوی باشید. توی کشاورزی مثال علف های هرز رو میزنه. شما باید هم اون مزرعه رو تغذیه کنید، آبش بدید، کودش بدید، هر چی که نیاز داره بهش بدید، همین که بعد در مقابل علف های هرز از اون مراقبت بکنید، در مقابل حیوان های وحشی که میخوان بیان اونجا میوهاتون رو بخورن یا ببرن، بعد مراقبت بکنید. برای این توی تابستون شما هر دوتا رو نیاز دارید و اگر این هر دوتا رو نداشته باشید، پاییز خوبی نخواهید داشت، فصل برداشت خوبی نخواهید داشت. برای توی تابستون دوتا چالش دارید: یک، تغذیه که راهش اینه که خودتون بهتر بشید، قوی تر بشید، داناتر بشید، و دو، اینکه بتونید بخواید دفاع بکنید از اون چیزی که هست اونجا، و اونم باز هم باید قوی تر بشید، داناتر بشید، بهتر بشید. بنابراین این دوتا چالش رو شما توی تابستون دارید. Nourish and defend. The summertime is an interesting time. It holds the possibility of the promise of harvest time, but it holds the possibility of harvest time. چه جمله قوی. میگه که تو تابستون زندگیتون شما قولی که
رزرو شده برای برداشت محصول این اونجاست. تو اون تابستون این قوله نهفته است و شما باید قوی تر باشید، بهتر بشید، داناتر بشید تا بتونید تغذیه کنید و بتونید دفاع بکنید. این قوله اونجاست، قولی که شما قرار برداشت داشته باشید. بنابراین زمان خیلی مهمیه تابستون. Oh, has the possibility of the threat. Sure enough, as soon as you planted your garden, the busy bugs and the noxious weeds promise of harvest time, but it also has the possibility of the threat. خب ما توی تابستون این قول محصول پاییز رو داریم نهفته است، به اضافه اینکه تهدیدها رو هم داریم. تهدیدها هم اونجا وجود دارن، جفتش هست. برای همین شما باید هم تغذیه بکنید هم دفاع بکنید. Sure enough, as soon as you planted your garden, the busy bugs and the noxious weeds are out to take it. میگه قطعاً زمانی که شما باغچه‌تون رو شروع می‌کنید به کاشتن و قشنگش می‌کنید، میرید جلو تیمتون رو می‌سازید، شروع میشن این حیوانات موذی و نمی‌دونم علف‌های هرز و اینا شروع می‌کنن، اونا اومدن که این باغچه رو ببرن. And let me give you another word of advice. They will take it. و میگه بذارید یک نصیحت دیگه بهتون بکنم، اونها قطعاً این کارو می‌خوان بکنن. یعنی جوری دیگه فکر نکنید. Unless you prevent it. مگه اینکه شما جلوشو بگیرید. Summertime is an interesting time. تابستون زمان جالبیه. Best as I can describe summertime, you got to nourish your values like a mother. میگه بهترین حالتی که من میتونم اینو براتون بگم، میگه یاد بگیرید چجوری از ارزشاتون توی تابستون منظورشه. چجوری از ارزشاتون چجوری نسبت به ارزشاتون اونها رو تغذیه بکنید، مثل یک مادر. مثل یک مادر نقش تغذیه کننده داشته باشید برای ارزش‌ها. Nourish like a mother. Nourish like a mother. مثل یک مادر تغذیه کنید، غذا بدید. Go after the threat to the values you've got like a father. و مبارزه کنید با اون تهدیداتی که میخوان ارزش هاتون رو از بین ببرن، مثل یک پدر. مثل جوری که پدر دفاع میکنه، اونجوری دفاع کنید از تیمتون در مقابل ضد ارزش ها. Deal with the weeds. Kill the weeds. با علف‌های هرز روبرو بشید و بکشتشون. Nourish the garden and kill the weeds. تغذیه کنید باغچه رو، علف‌های هرز رو بکشید. All summertime. What a challenging time. چه زمان چالش‌زایی تابستون. Give life like a mother. Take life like a father. Give life like a mother. میگه حیات ببخشید مثل اون، مثل یک مادری که حیات میبخشه، و جون بگیرید مثل پدری که وقتی عصبانی میشه جون طرف رو میگیره، میکشه. Summertime. تابستون. You gotta deal with the negative as well as the positive. شما باید یاد بگیرید که توی تابستون با منفی ها روبرو بشید، همچنین همونطوری که با مثبت ها دارید کار میکنید، با منفی ها باید روبرو بشید. There's a unique complex mix of positive and negative. یک ترکیب منحصر به فرد از و پیچیده از مثبت و منفی تابستون. Opportunity and threat. موقعیت و تهدید. What a scenario of life itself, opportunity and threat to the opportunity. میگه این سناریوی زندگی هم همینه. موقعیت و تهدید، همیشه این دو تا با همه. توی هفته گذشته بود اگه اشتباه نکنم، جمله‌ای که آقای جیمرون بابت گفت اگه میخوام تاریخ و تاریخی که انسان‌ها زندگی کردن روی کره خاکی رو براتون توی جمله بگم، opportunity mixed with difficulty، اینه که موقعیت با چالش آمیخته است. این خلاصه همه زندگی بشر بود از دید ایشون، و الان هم میگه این سناریوی زندگی همینه، مثبت و منفی با همه، opportunity و تهدید این دوتا با همه. To deal with both. و باید یاد بگیرید. Negative. و شما باید یاد بگیرید که با هر دوتا روبرو بشید. You got to handle whatever out to threaten you. You got to learn to threaten it back. Summertime. چیزی که قرار تهدیدتون کنه، باید یاد بگیرید که شما برگردونید بهش، تهدیدش کنید. In time. Nourish like a mother. Defend like a father. تغذیه کنید مثل مادر و دفاع کنید مثل یک پدر. You got to be like your bloodstream. شما باید مثل خونتون باشید. Red corpuscles to what? Nourish. گلوبولای قرمز خونتون مسئول nourish، یعنی تغذیه هستند. White corpuscles to what? Fight. White corpuscles، گلوبولای سفیدتون مسئول جنگیدنن.
to both nourish and fight. You've got to nourish and be vigilant. اگه شما باید هم نقش تغذیه کنندگی داشته باشید هم حواستون چهار چشمی بالای همه چیز باشید ببینید چه خبره. White corpuscles think negative. You can't just think positive. We call you naive. گلولای سفید هیچ وقت مثبت فکر نمی‌کنن. حواسشون یعنی همه چیزو منفیشو برداشت میکنن، منفیشو نگاه میکنن. کارشون اگه بخوان اونا مثبت فکر بکنن، اتفاقی که براشون میفته میگن چقدر احمقی تو. تو نمیتونی، تو وایت کورپاسلز، تو مسئول جنگیدنی، تو باید همه چیزو یه نگاه دیگه بهش داشته باشی. Some says, well, I've been taught to be all positive. You'll be some kind of freak. Can't be all positive. میگه طرف میگه که نه من همه چیزو میخوام مثبت برداشت کنم، کلا مثبتم، اصلا تو منفی نمیرم. میگه تو احمق دیوونه، هیچ بیشتر از این نیست، موجود عجیب غریبی که اصلا تو نمیتونی همیشه اونجوری فکر بکنی. وقتی که توی تابستون، بحث تابستون هست، تابستون هر دو تاش هست، تهدیدم هست، اصلا به تهدید تو نمیتونی مثبت باشی، باید ویجیلنت، باید حواستو خیلی خیلی جمع بکنی و ببینی چه خبره و سریع اقدام بکنی. Thank God for white corpuscles that think negative all day. میگه خدا رو شکر میکنم که گلولای سفید از صبح تا شب فقط منفی فکر میکنن. Guess what white corpuscles are looking for all day. میگه حدس بزنید این گلولای سفید از صبح تا شب دنبال چی هن؟ Problems, infection. دنبال مشکلات و دنبال عفونت و اینا هستن. White corpuscles say, just show me some infection, I'll kill it. میگه گلولای سفید میگه فقط چند تا عفونت به من نشون بدید که همه الان بکشمش. It's out to kill the body. چرا؟ به خاطر اینکه اون عفونت اینجاست که بدن رو از بین ببره. برای من باید بکشمش. It's out to kill our chances. اومده که شانس‌های ما رو از بین ببره. Kill our future. Whatever. اومده که آینده ما رو از بین ببره. It's us, we threaten. هر چیزی که این کارو بکنه ما تهدیدش می‌کنیم. I'm asking you to take sword to your enemies. ازتون می‌خوام که شمشیر رو بیارید بیرون برای دشمنان. Whatever's out to threaten you, threaten your health. You gotta threaten it back. هر چیزی که اونجا داره تهدیدتون میکنه، سلامتیتون رو تهدید میکنه، شما باید برگردونین تهدید بهش. Like white corpuscles. Kill what... مثل گلولای سفید. نکته‌ای که اینجا وجود داره خیلی جنرال و کلی داریم صحبت میکنیم دوستان، بحث این میتونه برای واقعا برای سلامتیمون باشه. اگر به سلامتیمون اهمیت نمیدیم و یه سری اتفاقات داره میفته، بعد با اونا مقابله بکنیم، با اونا مبارزه بکنیم. حتی بحث فقط شخصی هم میتونه باشه، یعنی قرار نیست با این اون دعوا بکنیم. منظور این که حواسمون باشه که هر دوتا هست توی تابستون زندگی، هر جفتش هست، هم باید قوی بشیم تا بتونیم تغذیه بکنیم، هم قوی میشیم که بتونیم دفاع بکنیم. Evil. Nourish what's good. Love like a mother. Hate like a father. عاشق باشید مثل یک مادر و متنفر باشید مثل یک پدر. Father says to whatever threatens his family, take two or three more steps toward this family and threaten my family, you'll cease to exist. I'm father, I kill. یه پدره به هر چیزی که خانواده‌اش رو تهدید کرده میگه یکی دو قدم دیگه بردار تو این مسیری که داری برمی‌داری و تو از بودن خودت، بودنت متوقف میشه، چون من پدرم و من میکشم، تو رو از من میبرم. اگر دو قدم، یه قدم دیگه برداری از اونجایی که هستی به سمت اینکه خانواده منو تهدید کنی، مثلا من تو رو میکشم، من پدرم، پدر میکشه. میگه پدر اینجوریه. Don't let the weeds take your garden. اجازه ندید علفای هرز باغچتون رو بگیرن. Chances for a good harvest, deal with your enemies in the summer. Call good and evil. The great struggle in life is called good and evil, tyranny and liberty. میگه که کل داستان زندگی good and evil، خوبی و بدیه. یاد بگیرید توی تابستون به خاطر اینکه میخواد یه محصول خوبی رو توی پاییز برداشت بکنید، با این بدی ها روبرو بشید. Sickness and health. That's the way. Sickness and health. مریضی و سلامتی. زندگی همینه. این دوتا روبرو همن. Biz. Tyranny threatens liberty. Takes over Kuwait. Tyranny and liberty. Tyranny یعنی ظلم و استبداد. و Liberty یعنی آزادی. Can't have that. زمانی که صدام حسین حمله میکنه به کویت، میگه ظلم و استبداد، حمله میکنه به کویت و حالا داره بهش میگه، میگه تو نمیتونی اینجا داشته باشی. Tyranny takes Kuwait, it'll take Saudi Arabia. If it takes Saudi Arabia, it'll take something else. میگه اگه اجازه بدید به این ظلم و استبداد که کویت رو بگیره، بعدا میره عربستان سعودی رو میگیره. و اگه بذارید عربستان سعودی رو بگیره، حتما میره جای دیگه رو میگیره. و همین بعد همونجا استاپش کنید.
Where are we going to stop tyranny? As soon as possible. کجا ما باید استاپش کنیم؟ جلوشو بگیریم در اسرع وقت. Lest it take the whole world value. So George Bush draws a line in the sand, consults with his allies, sends 500,000 troops to Saudi Arabia. Finally, حالا این مقدار از تاریخ میگه که زمانی که کویت توسط صدام حسین اشغال میشه رئیس جمهور وقت امریکا 500,000 تا نیم میلیون نفر رو میفرسته اونجا در واقع نیروی نظام میفرسته که جلوشو بگیره. Desert Sword. Desert Storm takes on Saddam Hussein, drives him out of Kuwait. و صدام حسین از کویت بیرون میکنن. Why? Because it has to be done. The great struggle between liberty and tyranny. میگه چرا این کارو میکنن؟ بخاطر اینکه بعد این اتفاق میافتاد. مبارزه بین ظلم و استبداد و آزادی باید جلوشو بگیرید. حالا من کار به داستانه پشت سیاستش دوستان نداشته باشیم، صرفا یه قصه رو داریم میشنویم. Struggle between evil and good and you've got to treat your own life the same. میگه شما باید با زندگیتون هم با همین روش برید جلو. Says Saddam Hussein, can't have Kuwait, can't have Saudi Arabia, furthermore, I'm going to kick you out. به صدام حسین میگه که تو نمیتونی کویت داشته باشی، نمیتونی سراغ عربستان سعودی بری، تکون بخوری از اونجا میندازیم بیرون با اردنگی. Hires chief white corpuscle general Schwarzkopf. میگه و برای این کار رئیس جمهور وقت حالا به کنایه یا به شکل خیلی فانی میگه گلوبول سفید رو، جنرال گلوبول سفید رو، یک مقامی به گلوبول سفید میده. میگه جنرال گلوبول سفید آقای اون حالا کسی که اون زمان به عنوان هد نظامی انتخابش میکنن و میفرستنش اونجا، اسمشو میذاره گلوبل سفید. Schwarzkopf. White corpuscle general Schwarzkopf. آقای Schwarzkopf. Schwarzkopf اسم اون فردی باشه که میفرستنش اونجا و میگه که این گلوبل سفید مثلا. Takes care of the matter. I'm asking you in the summer, nourish like a mother. Threaten whatever threatens you like a father. Now you can. من ازتون میخوام توی تابستون شما مثل یک مادر تغذیه کننده باشید و مثل یک پدر در مقابل تهدیدات وایسید و تهدیدشون کنید. So turn around the scenario. That's true. Love like a father, hate like a mother. میگه میتونید سناریو رو برعکسش هم بکنید. مثل یک مادر متنفر باشید، مثل یک پدر دوست داشته باشید. Give life like a father. Take life like a mother. مثل یک پدر حیات ببخشید، مثل یک مادر جونشو بگیرید. Turn the scenario around. The key is both love and hate. میگه میتونید جاشو عوض کنید. کلید کار اینه که هم عشق باشه هم تنفر، جفتش. حواستون باشه که بعد بعضی جا این کارو بکنید، بعضی جا اون کارو بکنید. Single parents have got the greatest challenge. پدر مادرهایی که مجرد هستن، یعنی در واقع جدا شدن و صاحب فرزند هستن، یکی از بزرگترین چالش ها رو دارن. Love like a mother, hate like a father. Love like a father, hate like a mother. و اونها باید عاشقی رو مثل هم مادر هم پدر انجام بدن و تنفر رو دوباره هم مثل مادر هم پدر انجام بدن. جفتشون نقششون یکی، جفتشون جفت نقشا رو خودشون به عهده دارن. برای این هم عشق هم تنفر جفتشو باید بلد باشن. Nothing more dangerous than an angry mother. هیچ چیزی خطرناکتر از یک مادر عصبانی نیست. Beware the female species of the animal. میگه حواستون باشه به جنسیت ماده حیوانات که اونها خیلی خطرناک میشن. They call her Black Widow Spider. میگه موجودی هست به نام Black Widow Spider، یک حالت spider رو تیل چی میشه عنکبوت که Black Widow اسمش هست. Why? Because when she finishes there is no male spider. میگه که و دلیلش اینه که زمانی که جفتگیری تموم میشه این موجود دیگه موجود نری اونجا وجود نداره، برای اینکه اون نر رو میخورتش. و Black
I saw this article. میگه یک مقاله دیدم یک بار. I was flying on an airplane up in Canada. I saw this article in one of the airplane magazines. توی یکی از این مجلاتی که توی هواپیما میذارن داشتم پرواز میکردم این مقاله دیدم. But a picture of this guy with his shirt off. These claw marks down his back, teeth marks in his neck. The guy almost got killed. He was out in the woods. یه فردی توی جنگل بوده و جای خراش‌های ناخن حیوان روی گردنش روی همه جای بدنش بود انگار که یه حیوانی بهش حمله کرده بود. Oh, mama bear with her little cub said, "Oh, this looks cute." Had his flash camera went flash flash took a picture. Mama bear treats it unkindly. میگه که داشته عکس می‌گرفته توی جنگل و یک مادر خرس مادر اونجا بوده با توله‌هاش و داشته عکس می‌گرفته فلش می‌گرفته فلش می‌زده از اون توله و اینا گفته خب توله خیلی خوشگله کیوت عکس بگیرم فلان بعد میگه ولی مادر خوشش نیومده از این قضیه اون خرس مادر انداخته دنبالش گرفتتش almost killed him before they got to it قبل از اینکه نجاتش بتونن بدن یه جورایی تا حد مرگ خرس اون اذیتش کرده بوده beware mama bear حواستون به خرس مادر باشه So love like a father, hate like a mother. میگه بنابراین این درسته که بگیم مثل یک مادر متنفر باشید و مثل یک پدر عاشق باشید. However you want to treat this scenario, it's very important. It's called summertime. میگه هر جوری دوست دارید با این سناریو برید جلو فقط مهم اینه که جفتش باشه و این اسمش تابستونه. حواستون به تابستون باشه. Part of the personal development challenge. Is to be challenged to learn to nourish all of your values from a garden to a family relationship to a میگه این جمله خیلی مهمه میگه تو بحث رشد شخصی شما باید به این چالش خودتون رو به چالش بکشونید نسبت به اینکه قوی تر بشید تا بتونید از ارزشاتون دفاع بکنید حالا این ارزشا میتونه باغچه‌تون باشه اگه باغچه‌ای دارید که توش یه چیزای کاشتید بعد از اینا بتونید مراقبت بکنید یا اینکه روابط خانوادگیتون باشه یا حالا هر چیز دیگه‌ای باشه شما باید این چالش رو پشت سر بذارید یاد بگیرید که چجوری از پس این بر بیایید affair to a marriage to a business anything that's valuable to you هر چیزی که ارزشمنده میتونه تجارتتون باشه میتونه ازدواجتون باشه میتونه یک رابطه ارزشمند باشه هر چیزی که هست equity you got to nourish it you got to feed it you got to take You gotta nourish it. تو شما باید تغذیهش کنید. باید بهش برسید. Yeah, but you've also got to defend it. It's called. همچنین شما باید ازش مراقبت هم بکنید. شما باید محافظت بکنید ازش در مقابل خطرات. The things are key in the summer. Now here's number four. Fourth major lesson in life to learn. اما چهارمین درسی که از زندگی و از فصل‌ها در واقع یاد می‌گیریم اینه که all in the harvest. Learn to reap in the harvest. Learn to reap in the شما یاد بگیرید که برداشت بکنید توی پاییز. Without complaint. این نکته اصلیش است. بدون قرقر، بدون نقنق، بدون اعتراض. اون چیزی رو که کاشتید دروش کنید حالا برداشتش کنید و وایسید تمام قد پشتش بدون قرقر و نقنق و هر چیز دیگه مسئولیتشو به عهده بگیرید important part of personal development این بخش مهمی از رشد شخصیه keep in the harvest without complaint take full responsibility once you've learned this scenario it's not the seed it's not the soil it's not the sunshine it's not the rain it's not the miracle of the giving of life it's not the seasons that's to be criticized میگه اینی که از مهمترین بخش های رشد شخصی است یاد بگیرید که محصولی که اونجا هست رو براش مسئولیت کامل قبول بکنید و این قضیه اینی که به این معنا هست که توی کشاورز استاپ کن نق زدن و قُر زدن راجع به دونه و خاک و بارون و آب و هوا و معجزه رویش و اینا رو اصلا راجعش صحبت نکن نظر نده مسئولیت همه چیز رو خودت شخصا قبول کن و ننداز گردن اون چیزای دیگه. We must take personal responsibility. یعنی مسئولیت شخصی رو شخصا باید مسئولیت قبول کنی. So in the harvest, take personal responsibility. It's your crop. میگه وقتی که موعد برداشت شد این محصول توئه. اینو بفهم و مسئولیتش رو قبول کن. Whatever you reaped, it's your crop. Take responsibility.
هر چیزی که اونجا برداشت میکنین همون چیزی که محصول توه. محصولت چه قبول کن. No complaint. And here's the next one. بدون اعتراض و غرغر و این حرفا. Apology. Responsibility. No complaint. And here's the next one. No apology. عذرخواهی هم نداریم. میگه اینم نکته بعدیه. نسبت به اون چیزی که برداشت میکنی به این چیزا دل خوش نکن. عذرخواهی میکنم. ببخشید فلان. باید مسئولیت کامل قبول بکنی. The best of human maturity is no apology if you've done well. And no complaint if you haven't. میگه یکی از بهترین ویژگی های یک انسان میتونه این باشه که عذرخواهی نکنه اگه کارشو خوب انجام داده. اگه سنگ تموم گذاشته همه توانش رو خرج کرده دلیلی برای عذرخواهی نداره. و قسمت دومش And no complaint if you haven't. و هیچ گونه اعتراضی نکنه اگر تمام تلاشش رو نکرده. اگر تمام اون چیزی که میتونسته انجام بده انجام نداده no complaint اعتراض نکنه غر نزنه چون همون کاری که میتونسته انجام بده انجام نداده. Knowing that that's where the answers lie within. میگه این به شما اینو میرسونه. در واقع شما اینی که از بزرگترین نقاط بلوغ یک انسانه میگه و این به این معناست که شما میدونید همه چیز درون شماست. اگر خوب همه تلاشتو نگردی میدونی کجا مسئله است. غر نمیزنی نق نمیزنی میدونی جواب کجاست. Then without in the miracle of the possibilities that we have to work with. Those are the four major lessons in life to learn. این چهار تا درس مهمی بود که از زندگی وجود داره و از فصل ها در واقع و بعد یاد بگیریم. Let's talk about some more parts of personal development. بیاید راجع به سه بخش دیگه رشد شخصی صحبت کنیم. Here's the first one. Physical. اولیش بحث در واقع بخش فیزیکی جسمی. The physical side. Gotta take care of yourself. شما باید مراقب خودتون باشید. Do not neglect to take care of yourself. بی‌اعتنا نباشید نسبت به اینکه مراقب خودتون باشید. Good phraseology used in the Bible in my amateur way, but let me put it to you best I can. Here's what it says. Treat your body like a temple. میگه که یه جمله از بایبل بگم، از تورات بگم و من خیلی آماتور هستم تو این زمینه ولی چیزی که میدونم بهتون میگم. Treat your body like a temple. بعد با بدنتون مثل یه قلعه برخورد کنید، مثل یه کاخ برخورد کنید. That's a good phrase. Good suggestion. A temple meaning? Yeah, یه معبد مثلا. Something you take extremely good care of. A temple. Temple میگه به این معنا به معنای جایی هست که شما خیلی خیلی با احترام باش رفتار میکنید، ازش مراقبت میکنید و اونجا جایی خیلی مهمیه و انگار که میپرستیدش. بدنتون رو میگه اینجوری باش طرف بشید. That's a good phrase. Treat your body like a temple, not a woodshed. A temple. میگه این جمله خیلی خوبه. مثل یک تمپل نگاهش کنید، مثل یک معبد، مثل یک پرستشگاه، یه جایی که دیدید دیگه توی جای مقدس که افراد میرن خیلی احترام میذارند و تمیز نگرش میدارند و همه چیز جنس تلاست و اینجوری. میگه که مثل تمپل، مثل یه همچین جایی از بدنتون نگهداری کنید و بهش نگاه بکنید، نه مثل یک کلبه مخروبه توی جنگل. Oh, take good care. It's the only place you've got to live currently. میگه این تنها جایی که شما در حال حاضر توش زندگی باید بکنید، بدنتون، به همه مراقبش باشید. The temple. Nutrition. My mother studied nutrition. تغذیه. میگه مادر من تغذیه رو یاد گرفت و مطالعه کرد و آموخت. یعنی روش مطالعه میکرد همیشه مادر من. Along to me. Passed it along. My father. My children. به من، به پدرم، به بچه هام، به همه انتقال داد. این چیزهایی که یاد گرفته بود توی تغذیه. My grandchildren. به نوه هام. What a legacy that was. چه میراثی بود این. Learning to just take care of yourself. یاد بگیریم که به ما یاد داد که یاد بگیریم که چجوری از بدنمون مراقبت کنیم. Key phrase. Some people don't do well because they don't feel well.
میگه جمله کلیدی، بعضی از آدم‌ها خوب کاراشون انجام نمیدن، از عهده کارهاشون خوب بر نمیان. چرا؟ به خاطر اینکه حس خوبی ندارن، به خاطر اینکه حالشون خوب نیست. منظورش اینه، صرفا به خاطر اینکه حالشون خوب نیست کارشون خوب انجام نمیدن. برای این میگه مراقب بدنتون باشید که حالتون خوب باشه. چرا؟ چون خیلی‌ها هستن که صرفا خوب نتیجه نمیگیرن به خاطر اینکه حالشون خوب نیست. They've got the gifts, they've got the skills. Maybe they just haven't taken care of themselves. اونا مهارت‌ها رو دارن، نو استعداد رو دارن، ولی نتیجه نمیگیرن. خوب از خوب کاراشون انجام نمیدن. دلیلش به خاطر اینه که اونها حالشون خوب نیست. They don't have the vitality. Key phrase, vitality is a major part of success. Vitality. Vitality is a major part of success. دوستان vitality اون چیزی که جنس داره روش کار میکنه. حالا من تو این جلسات زیاد نمیخوام وارد بحث جنسمون بشم، ولی وارد نتورک میشیم، ولی زیاد شرکت خودمون نه. منتها بحثی که ایشون توی حالا شرکت جنس هست و محصولاتی که تو اکثر شرکتایی که نوتریشن کار میکنن برای سلامتی کار میکنن، به هر حال این بود هست در واقع. و ما توی شرکتی کار میکنیم که این بود، یعنی کلمه وایتالیتی که بخش از موفقیت هست، در واقع اصل اصلی این شرکت هست و محصولات هست. وایتالیتی یعنی سرزندگی. توی ویدیوهایی که قبلا با هم دیگه مرور کردیم این هست که انسان زمانی که به دنیا میاد و رشد میکنه، 20 سالش میشه، 25 سالش میشه، 30 سالش میشه، 35 سالش میشه، 40 سالش میشه، به همین ترتیبی که داره میاد بالا، تا 25-30 سالگی نیروی توش وجود داره که این نیروی برنده هست و اون نیرو نیروی وایتالیتی هست، نیروی سرزندگی. اما بعد از مدتی این نیروی انگار که ضعیف میشه و یه نیروی دیگه ای توی بدن در واقع حکم فرما میشه به نام ایجینگ، پیری. و به خاطر همینه که افراد تا یه سنی میان بالا قبراختر، شنگولتر، نمیدونم خوشتیبتر، بزرگتر، قویتر اینجوری میشن و بعد از این مدت شروع میکنه فرسودتر، نمیدونم، خلاصه هر روز پیر و پیرتر میشن افراد. و این در واقع به خاطر مبارزه این دوتا نیرو هست، وایتالیتی و ایجینگ. حالا چیزی که در واقع توی محصولات جنس هست اینی که روی وایتالیتی کار میکنه و کمک میکنه تا اون نیروی وایتالیتی تسلیم ایجینگ نشه. تو مبارزه بین وایتالیتی و ایجینگ مبنا همه چی علمی هست، دقیقاً با اون دلایل پیری میاد مبارزه میکنه و به شما کمک میکنه که وایتالیتیتون یه مقداری تمدید بشه، بیشتر باشه. و میگه وایتالیتی که به معنی سرزندگی هست، میگه این بخش مهمی از موفقیت هست. خیلی از آدما اینو ندارن به خاطر اینکه حس حال خوبی ندارن، حالشون خوب نیست، درد دارن تو بدنشون، جسمن میزون نیستن. بنابراین میگه حواستون باشه، اگه جسمتون جو بشه دیگه خوب کار نمیتونید انجام بدید. پس مراقب خودتون باشید. این وایتالیتی و این سرزندگی رو که شما میتونید با ورزش کردن، با تغذیه های خوب، با کلا تو این فضا یه مقدار انرژی گذاشتن میتونید اینو به دست بیارید و زنده نگهش دارید. و میگه این بخش مهمی از موفقیته. Vitality. So take care of yourself. مراقب خودتون باشید. I know a guy that raises racehorses. I'm telling you, the guy feeds his horses better than he feeds himself. میگه من کسی رو میشناسم که اسب رو اسب نگهداری میکنه، تو کار اسبه. میگه نحوه تغذیه اسباش اگه مقایسه کنی با نحوه تغذیه خودش، اسباش رو بهتر داره تغذیه میکنه. He's so careful how he feeds his horses. He's so careful what they eat. He's so careful that they get everything. میگه خیلی براش مهمه که این اسبا خوب غذا بخورن، سر وقت غذا بخورن، تو مواد غذایی که دارن این اسبا همه ویتامین یا هر چیزی که نیاز هست همه چیزو داشته باشن. And because of that extreme care, I mean these are magnificent animals. They can run like the wind. میگه به خاطر این مراقبتی که این فرد از این اسبا داره، این اسبا مثل باد میتونن بدوئن. But you ought to see this guy. 10 steps up a flight of stairs and I mean he's all out of breath. میگه ولی خودشو باید ببینید. 10 تا پله میره بالا دیگه نفسش بیرون نمیاد. His horses can run like the wind and he can hardly make it up the steps. میگه اسباش میتونن مثل باد بدوئن در حالی که خودش نمیتونه 10 تا پله رو بره بالا. The guy takes care of his animals better than he takes care of himself. Some people feed. میگه طرف از حیواناتش بهتر از نحوی که از خودش مراقبت میکنه داره مراقبت میکنه. Their dogs better than they feed their kids.
که بعضی از آدم ها هستن که سگ دارن مثلا تو خونه، سگ ها رو بهتر مراقبت میکنن تا اینکه از بچه های خودشون. Physical. جسم. مراقب جسمتون باشید. Now there's all kinds of parts to physical. Here's one. Appearance, part of the physical. میگه به خیلی بعدها داره بحث جسم. مثلا ظاهرش یکی از بخشهاش هست. Never have a second chance to make a first impression, physical side. And here's some of the best advice on appearance I can give you. Comes from ancient script again. It says, God looks on the inside, people look on the outside. یه جمله خیلی مهمه کلیدی بهتون بگم. خداوند به درون انسان ها می نگرد، ولی انسان ها به بیرون یکدیگر می نگرند. این به این معنی است که مراقب ظاهرتون باشید. Isn't that good information? میگه آیا این اطلاعات خوبی نیست؟ اینکه خداوند به درون انسان ها می نگرد، ولی انسان ها به بیرون همدیگه نگاه میکنند. Now you say, well, people shouldn't judge you by how you look. Well, let me give you a clue. They do. They do. میگه خب شما میگید که نه، آدم ها درست نیست که از روی ظاهر منو قضاوت کنن. این کار غلطیه، این کار اشتباهیه. میگه بذار یک نکته خیلی کلیدی و مهمت بگم. معلومه که نو این کار میکنن و این کار رو خواهند کرد. Can't deal in these shoulds and shouldn'ts. You'll be tipped over the rest of your life. Now, of course, when people get to know you, they'll judge you by more than what they see. But میگه نمیتونی اینجوری با اینا نباید، اینا باید ملق بزنی برای همه زندگیت. این در واقع درست نیست و اینا این کار رو خواهند کرد. البته افرادی که شما رو بشناسن، یه مقداری شناخت پیدا بکنن، یه مقداری اینها نسبت به درون شما بیشتر حساس خواهند شد و قضاوتاشون یه مقداری درون شما هم خواهد بود. ولی اینو یاد باشه که آدم ها هم دیگر رو روز ظاهر هم دیگه نگاه میکنن. First they're gonna take a look. So, here's the best advice I can give you. Make sure the outside is a major reflection of what's going on inside. میگه نکته‌ای که من میخوام بهتون بگم اینه که سعی کنید اون چیزی که بیرون دارید نمایش میدید نماینده خوبی از اون چیزی که در درون شما وجود داره باشه. The physical side. A few minutes a day, stay healthy. A little bit of nourish, a little bit of study on nutrition, stay healthy. میگه با یه مقداری مطالعه در رابطه با تغذیه و چه چیزایی رو بخورم، هر چیزی چه جوریه، میتونید سلامت باقی بمونید. Now here's the next part of personal development, the spiritual part. اما دومین بخشی که داره صحبت میکنن spiritual یعنی بحث معنویت هست. You're on the spiritual side. میگه و من خیلی آماتور هستم تو این زمینه. I do happen to believe that human beings are more than just an advanced life form. میگه و من شدیداً شخصاً اعتقاد دارم که انسان‌ها یک چیزی بالاتر از حالا یک حیوان پیشرفته هستند. یه بُعد دیگه هم داره انسان. An advanced species of the animal kingdom. I do believe humans are a special creation. That's just my personal belief and I don't میگه این عقیده شخصی منه که ما خاص هستیم. To buy it. But here's what I do ask you to buy. If you do believe in spirituality in any manner, here's my best advice. Study it and practice it. میگه من ازتون نمیخوام که شما اعتقاد داشته باشید به چیزی، مثلا حالا به فرای ما، به معنویت. اصلا اینو ازتون نمیخوام. و دنبال این حرف منم نرید. ولی اگر اعتقاد دارید به چیزی مثل معنویت از هر نوعش، تو هر حالتی، با هر شکلش، هر چیزی که هست، اگه اعتقاد دارید حتما مطالعش کنید و تمرینش بکنید. اگر اعتقاد دارید مطالعه بکنید و تمرینش بکنید. این اون چیزی که میگه ازتون میخوام. Do not neglect your values. Do not neglect your virtues. از اون ارزش هایی که شما توی بحث معنوی بهش اعتقاد دارید رو میگه اینا رو بی اعتنا نباشید نسبت بهش. If you do believe in spirituality, my advice is study it and practice it. اگه اعتقادت به spirituality یا همون معنویت حتما مطالعهش بکنید و حتما تمرینش بکنید. Don't let it go unstudied. Don't let it go unnourished. If you do believe.
That's my best advice on the spiritual side. میگه توی بحث معنویت این بهترین نصیحت یا بهترین سفارشی که براتون دارم، اگر اعتقاد دارید بهش بیخیالش نشید، ولش کنید، تمرین نکرده یا مطالعه نکرده یا تغذیه نکرده، ولش نکنید، حتما روش کار کنید. Now here's the third part. اما قسمت سوم. The mental side. ذهنی، mental. Part of this personal development challenge is to develop mentally. بخشی از رشد شخصی این هست که شما ذهنی رشد بکنید. ذهنتون هم رشد بکنه. Learn, study, grow, change. Learn, study, grow, change. یاد بگیرید، مطالعه بکنید، رشد بکنید، تغییر بکنید. نه همون چیزایی که تو ذهنتون اتفاق میفته. پارادایم هایی که تو ذهنتون اتفاق میفته. Schooling is all about. این چیزی که سکول یا مدرسه بابت این هست، تحصیل، نه همه چیزایی که به شما کمک می‌کنه تا از ذهنی رشد بکنید. And the human development takes time. و human development یعنی رشد یک انسان زمان بره. Incredible amounts of time. That's why we've taken the time for this seminar. It just takes time. Some things you can't cover in a 20-minute speech. به عنوان مثال همین جلسه که امروز دور هم جمع شدیم، ما نمیتونیم خیلی از مسائل تو فقط تو 20 دقیقه بگیم. نیاز از یه روزی یا یه پایان هفته یا دو روز آخر هفته ای رو در قالب یک سمینار بشیم صحبت کنیم. چرا؟ چون رشد انسان، رشد ذهنی انسان یا کلا رشد انسان زمان بره. شما باید وقت بذارید. نمیشه تو 20 دقیقه همه چیز رو جمعش کرد. You can't cover in a little 5-minute talk. It takes time. شما نمیتونید با صحبت 5 دقیقه جمعش کنید. For humans it takes seem like more time than any other life form human being. برای انسان ها گویا بیشتر از سایر فرم های موجود دیگه داره طول میکشه برای اینکه اینا رشد بکنن. The little wildebeest in Africa. Guess how much time it's got as soon as it's born to be able to run with the pack so it doesn't get eaten by the lions. یه کیوونی توی آفریقا هست، حیوانی که پر از مو هست، حالا اسم شما نمیدونم چیه، wildebeest. میگه این موجود فکر کنید مثلا یه نوع گاف هست یا یک نوع یه همچین چیزی، میگه این موجود فکر میکنید حدس بزنید چقدر زمان داره از زمانی که به دنیا میاد تا لحظه ای که بتونه با گروهش و با گله بدوه تا اینکه شیر نیاد بخورتش، فکر میکنید چقدر زمان داره تا همه اینا یاد بگیره، از لحظه ای که متولد میشه تا زمانی که باید بدوه با گله که نیاد شیر بخورتش، فکر میکنید چقدر زمان داره. Guess how much time it's got. A few minutes. چند دقیقه بیشتر زمان نداره. As soon as a little wildebeest is born, tries to stand up, falls down. Its mother nudges it, gets it to stand back up, falls back down. میگه به معنی که به دنیا میاد، خب ضعیفه، همش داره میفته، رو پاش نمیتونه وایسته، ولی مادره بلندش میکنه، نمیذاره بیفته، دوباره میگه بلند شو، باید وایسی، باید رو پاد وایسی. خلاصه اینا رو داره الان میگه. Finally on little shaky legs. Tries to nurse, mother pushes it away. She moves away, so it can't nurse. Why can't nurse now? You got to develop some strength now. میگه که به هر حال تا یه جایی میاد میتونه رو پاش وایسه، میاد از مادر کمک بگیره، مادر میگه نه باید تو خودت وایسی، الان وقت این حرفا نیست، باید بتونی رو پای خودت وایسی و صف شی، همین الان باید، زیاد زمان نداری. شیرها میان falls down, gets back up, tries to nurse. میفته دوباره پا میشه. Pushes it away. No. میخواد کمک بگیر از مادر. مادر میگه نه نمیتونی. باید خود رو پاد وایسی. How to get these legs strong? How much time have we got? Not much time. Mama wildebeest says. No. خب چقدر زمان داریم؟ حالا انگار که اون گاوه نگاه میکنه به ساعتش، میگه نه زیاد هم زمان نداریم. الان شیرا میان. باید وایسی رو پاد. Not hours. Not. بحث ساعت ها نیست، ساعت ها زمان نداره اون حیوانه بودن بیست. Days. حتی روزها. Minutes. دقیقه است. Wow. چند دقیقه زمان داره. But the human baby. Wow. ولی بچه ی انسان چی؟ After 16 years we're not sure. یه 16 سال گذشته هنوز نمیدونیم. حالا با مثال قبلی مقایسه کنید، هر زو پامون باید هستدیم. Unbelievable amount of time. باور نکردنی این حجم از زمان. So it does take time for personal development. It does take time for spiritual development, physical development.
میگه بنابراین این که جسمتون رو روش بدید، این که ذهنتون رو روش بدید، این که بعد معنویتون رو روش بدید، زمان بر هست. But here's also what takes time, and that's your mental development. Feeding the mind. تغذیه ذهنتون هم زمان بره. Nourishing the mind. Some people read so little, they got rickets of the mind. میگه بعضی آدم ها هستن مثلا مطالعه ندارن، این آدم ها ذهنشون رو چه جوری دارن تغذیه میکنن نمیتونن، ولی با همین در واقع برخوردی که الان تعریف کردن، میگه ذهنشون درب و داغون هستن، مطالعه ندارن. They couldn't give you a good strong argument as to their own personal beliefs. میگه اونا حتی نمیتونن نسبت به چیزی که به شدیدن اعتقاد دارن یه جمله خیلی خوب دفاعی در مقابل اون چیزی که اعتقاد دارن بگن، یک آرگومنت صحیح راجع به اون چیزی که اعتقاد دارن کامل اونو بازگو کنن به شکل درستی. انقدر که نه مطالعه دارن، نه این ذهن آموزشش دادن، نه این ذهن رشدش دادن، بسیار درب و داغون صحبت میکنن و نمیتونن این کارو بکنن. میگه که این نشون دهنده اینه که اینا رشد ذهنی نکردن، مطالعه نکردن. As we've got as parents, that is to get our kids ready to debate the major life issues. یکی از چالش‌هایی که ما به عنوان پدر و مادر و والدین داریم اینه که بچه‌هامون آماده کنیم تا بتونن راجع به موضوعات مهم دیبیت کنن، بحث بکنن. The 90s. They've got to get ready to debate. We've spent this last couple of decades debating communism. تو چند دهه گذشته ما راجع به کمونیست، سیستم‌های کمونیستی توی حالا امریکا دارن صحبت میکنن، من روی سیستم اقتصادی کمونیستی، اقتصاد بسته، میگه ما خیلی بحث ها داشتیم و فلان. Communism taught capital belongs in the hands of the state. کمونیستی میگفتش که سرمایه باید در دست دولت باشه. We've been teaching no, capital belongs in the hands of the people. ولی ما درس دادیم توی سیستم کپیتالیسم که باید حتما سرمایه تو دست مردم باشه. Communism taught people are too dumb and stupid to know what to do with capital. میگه سیستم کمونیستی بهشون این آموزش رو میداد که، یعنی این آموزش رو میداد که مردم احمق‌تر از اون هستن که بدونن با سرمایه چیکار بکنن. You got to take capital away from all the dumb, stupid people. و اعتقادش این بود که باید سرمایه از دست این آدم احمق در بیارید. And give it to the all-knowing, all-wise state. و بدید به اون شخص عاقل باهوش که منظورش دولت بود. And let the state run everything and let the people meekly show up for their work assignment. میگه و بذارید تا دولت همه کارا رو بچرخونه و مردم فقط بیان وظیفه‌شون انجام بدن و برن. All glory to the state, communism taught. کمونیست گفتش که همه خوبی‌ها و بزرگی‌ها و عظمت‌ها و اینا مال دولته. It says, well, is that right? No, all glory to the people. ولی کپیتالیسم اینو نمیگه و میگه نه، همه اینا مال مردم هست، نه مال دولت. Let the state be the servant of its people. دولت باید در خدمت مردمش باشه. Let the people be the servant of the state. I'm telling you, you gotta be able to pick up those ideologies. میگه شما باید روی اینا کار بکنید و موضوعاتی باشه که یاد بگیرید، همدش مطالعه بکنید. The philosophy. And here's the next part. You gotta be able to defend it. و قسمت بعدی اینه که شما باید قادر باشید تا ازش دفاع هم بکنید، یعنی برید توی بحثی صحبت بکنید و دفاع کنید ازش. Can't defend your virtues, and if you can't defend your values, I'm telling you, even in the 90s, you'll fall prey. میگه اگه شما نتونید از اون اعتقاداتی که دارید، از اون ارزش هاتون دفاع بکنید، بهتون قول میدم حتی توی دهه 90ی که در صحبت میکنه شما طعمه خواهید شد. To philosophies that are not in your best interest. و تومه فلسفه هایی خواهید شد که اونها به نفعتون نیست. And we've got to help our teenagers, we've got to help our kids especially to be able to debate the major life issues. و به خاطر همینه که ما باید به بچه‌هامون کمک بکنیم تا اونا بتونن مسائل مهم زندگی رو راجعش بحث بکنن. The issues and the social issues and the religious issues. حالا این مسائل میتونه دینی باشه، میتونه اقتصادی باشه، میتونه اجتماعی باشه. Social issues and the nutritional issues and تغذیه‌ای باشه. And the economic issues and all of the rest of the issues that are valuable for us to build the kind of equities we want. همه اون ارزشایی که به ما قرار کمک بکنه تا اون سرمایه‌ای که می‌خوایم رو بسازیم، بنابراین بعد نسبت به اونها بتونیم مطالعه داشته باشیم و بتونیم ازشون دفاع بکنیم. You got to get yourself ready, and one of the ways you got to get ready is not just physical and not just spiritual. You got to شما باید آماده بشید، ولی یکی از اون راه‌هایی که می‌تونید آماده بشید فقط بحث جسمی یا بحث اسپریچوال معنویت نیست. Ready? Mentally. شما باید ذهنن هم آماده بشید. And this is where Shoaf went to work on me.
و اینجا جایی هست که ارشوف مربی خودش، کوچ خودش روش کار کرد. میگه روی من، روی این بعد ذهنی من خیلی کار کرد. Ready mentally to develop the philosophy and also be able to defend your virtues and your values. تا به یک فلسفه ای برسم، صاحب یک فلسفه بشم و بعد از اون بتونم از اونها دفاع بکنم، از اون ارزش ها. Let's go through it. You need a library. خب اما از اینجا به بعد میخواد بگه که ارشوف چیا به من یاد داد در زمین، در همین زمینه که منو ذهنن آماده بکنه، که از کتابخونه شخصی شروع خواهد کرد و این رو میذاریم برای هفته بعد. ممنون، متشکر که تو این جلسه شرکت کردید. امیدوارم که مفید بوده باشه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.